سلام بچه ها خوش اومد به کانال خودتون من دو هفته پیش یه ویدیو منتشر کردم در مورد اینکه که جرم کردن ماشین تو زمستون ضروری یا نه بعضی از دوستان توی کامنت ها به این ویدیو ایراد گرفتم یکی از دوستان گفته بود که آقا این حرفی میزنید کاملا اشتباهه شما میگید که خودرو باید درزا کار نکنه اگه درزا کار نکنه خودرو رو روغم و و ماشین ما خوش کار میکنه یکی از دوستان اینو گفته بود یکی از دوستانم گفته بود چه آقا وقتی خود رو در کار نکنه ابعاد فیزیکی قطعات در حالت استاندارد هماهنگ نمیشن خب حالا یه سری اومده بودن با یه لحن توهین و تون اومده بودن گفته من چه آقا این چه گذاشتی بلد نیستی ویدیو درست کنی مطالعه نکردی بیا و مطالعه کن بعد بیا این چیزا رو بگو یکی از دوستانم یه مقایسه جالب کرده بودن گفته بودن چه آقا این چه درست کردی با یه لحن توهین آمیز و توند. ما وقتی میخوایم ورزش کنیم اول خودمون رو جمع میکنیم بعد ورزش میکنیم خود رو هم همینطوریه شما باید اول خود رو جمع کنید بعد حرکت کنی دوست از بعد شما حتی باید خودت تو توی تابستون هم جمع کنی قبل ورزش کردن شما اومده یه مقایسه کردی که شما انسانی اومده خودت رو با یه ماشین مکانیکی مقایسه کردی شما غذا میخوری ماشین بنزین میخوره اصلا چه رفتی دارن به هم این مقایسه شما اصلا کاملا غلطه خلاصه این دوستم اینطوری مقایسه کرده بود دوستای دیگه هم بودن که یکی از دوستانم گفته بود که آقا این فضای مجازی خراب شده همه واسه خودشون اومدن کارشناس شدن مهندس شدن از این زور حرفا من دیدم شاید دوستان درست میگن من اشتباه کردم بعضی از دوستانم گفتم اون آقا مطالعه نداری تو اول برو مطالعه کن بعد بیا این زیتیت بزن دوست عزیز بله من قبل این که بخوام هر ویدیو رو درست کنم یه روز قبلش میرم اول تحقیق میکنم حالا مطالعه بکنم به قول شما چون رشته خودم مهندسه که من میام دونست های خودم رو با اون مطالبی که حالا تحقیق کردم زن میبندم و ویدیو درست میکنم اینطوری نیست که من میام همینجوری بشینم همین از خودم یه چیزی بگم نه اینطوری نیست من تحقیق میکنم بعد میام این حرفا رو به شما میزنم حالا این ویدیو هم حالا من تحقیق کرده بودم توی سایت های ایرانی حالا خارجی نرفته بودم ولی دیدم که دوستان به این موارد اعتراض کردم و گفتم چه آقا حرف شما اشتباهه گفتم آره خب باشه من میرم از زهای جیم تحقیق میکنم رفتم چند تا سایت خارجی رو دیدم حالا اونا رو به شما الان میخوام نشون بدم بعد حالا تصمیم بگیریم چه ببینیم آیا گفته های من درسته یا شما دوستان بعد قبل این که من بخوام اون سایت ها رو بهتون نشون بدم اون دو تا کامنت که اول ویدیو گفتم اونا رو میخوام بهش جواب بدم دوست اول پرسیده بودن چه آقا وقتی ماشین درز کار نکنه پیستون و دو دوسار سایش میشن چون خوش کار میکنه و روغن هنوز نرسیده اونجا وقتی که موتور رو استارت میزنید خود رو شروع به کار میکنه حالا چون دمای موتور پایینه درسته روغن یکم گلیستر شده ولی عملکرد پمپ روغن یا اول پمپ متوقف نشده این داره کار میکنه و کمتر از یک دقیقه روغن رو به زداری سلند را میرسونه فرق نداره که روغن باشه یا سرد زیر یک دقیقه روغم به دار اسکنت ها میرسه مورد بعدی هم که بود رو اگه 4 پنج دقیقه کار نکنه ابعاد فیزیکی قطعات در دمای استاندارد به هماهنگی نمیرسه خب ببینید این هم بحث منقبض و منبسط شدنه که خب وقتی موتور سرده قطعات منقبض شدن و در نتیجه کوچیکن وقتی شما استارت رو میزنی حرارت تولید میشه چون عمل احتراق داره انجام میشه و حرارت تولید میشه دارن منبسط میشن یواش یواش ولی شما گفتید که حالا کار کنه این به سایز استاندارد میرسه نه وقتی این سایز به حد استاندارد خودش میرسه که ده 15 دقیقه از زمان احتراق گذشته باشه پس این رفت نداره که خودره شما چه درزه کار کنه چه حرشت کنه به صورت تدریزی در عرض ده الا 15 دقیقه این به ابعاد فیزیکی استاندارد خودش میرسه پس اینا به هم رفتی نداره یه نکته که هست میخوام بگم اینه که خودروتون اگه در زخار کنه هیچ سودی برای خودرو شما نداره و باعث ضرر میشه توی خودروتون توی خودرو انجکتور چون سوخت به طور مستقیم تزریق میشه به محفظه احتراق اگه خودروتون توی این حالت در کار کنه توی این خودروها سوخت بیشتری به محفظه ارسال میشه و این سوخت بیشتر چون بنزین یه حلاله روغن رو توی خودش حل میکنه و باعث میشه که پیستون نسبت به هم خوش کار کردن پس نه تنها در کار برای خود شما مفید نیست بلکه برای خودتون ضرر داره و باعث کاش عمر اون میشه حالا میرین توی اون سایت هم بهتون نشون میدم که اونا چی گفتن نسبت به این موضوع خب تو ببینید من دو تا سایت رو آوردم که یه چیش اسمش از ویند اند لامبکا در مورد جمع شدن خودروها توی زمستون حرف میزنه و نوشته که آیا جمع کردن موتور خودرو در زمستان میتونه باعث آسیب بشه حالا توضیحاتش رو ببینیم من قبلا نگاه کردم قسمت بالای چیزی نیست ولی از قسمت دوم شروع میشه خب اینجا نوشته که جمع کردن ماشین قبل از رانندگی در هوای سرد میتونه باعث آسیب طولانی مدت به موتور بشه که اکثر وسایل نقلیه که بعد از سال 1980 ساخته شدن دیگه نیازی به جمع کردن قبل از راندجی ندارن توجه کنید گفته قبل از راندجی به جمع کردن نیاز ندارن کارشناسا میگن راندجی پس از سی ثانیه تا یک دقیقه پس از استار زدن بهترین روش ببینید اینجا اشاره کرده که فقط شما 30 ثانیه تا یک دقیقه فرصت دارین که خودتون در کار کنه بعد اون دیگه نیازی نیست که ما خودرومون رو بذاریم حالا 4 5 دقیقه در کار کنه حالا اینجا اشاره شده به نمایندگی که شده تویتا مستقر در مدیسون ویسکانسین حالا ببینیم این چی میگه میگه که اگه شما یه ران... یکی از رانندگانی هستید که فش میکنن مهمه ماشین خودتون رو روشن کنید و اجازه بدید در کار کنه به موتور خود رو آسیب وارد میکنه تا اینکه بخواید تا اینکه بخواد مفید واقع بشه این زمان باز اشاره میکنه به استفان سیاتی دکتر و مهندس اصلی سیستم های باتری اجازه دادن به خودروتون در دمای پای میتونه عمر موتور شما رو با برداشتن روغن از پیستون ها و سیلندر های موتور کوتاه کنه روغن جزو حیاتی موتور محسوب میشه اینجا اشاره می شده چه به نقش روغن اینجا مشکل پیستون ها و سیلندر هاست وقتی موتور سرده گاز ممکنه به طور کامل تبخیر نشه زیرا با هوا میشه برای خودروهای جدیدتر با تزریق سوخت الکترونیکی وجود دار... سنسور های وجود دارند که این رو تشخیص داده و با افزودن گاز بیشتر به مخلوط جبران میکنند. هنگامی که سوخت اضافی در محفظه وجود داره مقداری از اون روی دیواره سیلند متراکم میشه و روغن روان کننده رو از بین میبره وقتی روغن روان کننده از بین بره اجزای مثل آستر سیلند و رینج های پیستون پس از موعد پیش از موعد فرسوده میشن روغن روغن کمتر به منای استحکاش بیشتره سایش و سایش فارجی بیشتر و عمر کوتاهتر این اشاره که این کرده یه که یه نکته هم گفته گفته که فقط مطمئن بشید در اول لحظاتی که در سرما شروع به رانجی میکنید شتاب زیادی نگیرید یا دور موتور خود رو زیاد نکنید این هم همون اشاره داره که توی دنده سنگین حرکت کنید و با سرعت پایین تر حالا این قسمت هم در مورد نقل قول اسمارت موتور اسمارت موتور تویتا یه ای این میتونه فشار ناخواسته ای رو به یتاقان ها یتاقان های موتور اضافه کنه محوزه احتراق رو پر از گاز کنه که به نوبه خود مایل ها عمر موتور شما رو از بین میبره اشاره میکنه که در افتدای حرکت وقتی خودرو رو سرده با ملایمت و آرامی حرکت کنید این هم حالا از وبسایت ویندر الامبکا یه سایت دیگه می هست نگاه کردم فامیلی هند منه که اینم هم گفتاش جالبه خب اینجا نوشته که در اینجا دلیلی وجود داره که چرا نباید ماشین خود رو در زمستان گرم کنید حالا این هم در رابطه با این موضوع اشاره میکنه میگه که سابقه دیرینه گرم کردن خود رو در زمستان قبل از راندجی میتونه بیشتر از این که مفید باشه ضرر داشته باشه میگه ببینیم چرا جرم کردن خود رو ایده خوبی نیست اینم میگه اصلا جرم کردن ایده خوبی نیست میگه کار کردن درزا و بیکار برای موتور خودرو رو وحشتناکه میگه رانندگی کردن سریع ترین راه برای جرم کردن موتور ماشینه این استدلال به نحوه عملکرد موتورهای احتراق داخلی مدرن مربوط میشه یا با اجازه دادن به خطره شما برای جمع شدن در واقع سوخت اضافی به محوظه احتراق میره که میتونه به دیواره سیلند برسه از اونجا که بنزین یک حلال عالی هست مقدار زیادی روی دیواره سیلند میتونه روغنی رو که سیلندها رو روان میکنه در خودش حل کنه این همون که من بهش اشاره کردم و باعث سایش بشه خب بنزین سون زیادتر به محفظه احتراق وارد میشه باعث میشه که بنزین روغن رو تو خودش حل کنه و باعث سایش میشه میگه فقط البته سوار شدن به یه ماشین سرد هرگز کار ظالبی نیست اما به این معنی نیست که خودرو در حالت بیکار کار کنه تنها مشکلی که هست یخ زدن شیشه های ماشینه که یک ترفند ساده را ارائه میده که کمتر از 3 ثانیه میشه یخ ها رو در واقع از بین برد میگه که میگه که دو سوم الکل رو با یک سوم آب مخلوط کنید و در یک ظرف در واقع اسپری, اسپری بریزید و همیشه تو ماشین بذارید اینو تنها کار اینه که روی برپاکونا اسپری کنه چون الکل میتونه یخ رو آب کنه حالا وقتی که خودروتون شیشه خودتون یخ بزنه شما میتونید با از محلول الکل آب برای آب شدن شیشه ماشینتون استفاده کنید چون الکل میتونه یخ رو آب کنه این یه روش خوبه حالا میگه ترا مردم ماشین خودشون رو گرم میکنن حالا اگه گرم شدن ماشین در زمستان واقعا برای موتور خودرو وحشتناکه چرا مردم از ابتدا این کار انجام میدن حالا یه گزارشی هم از USA Today در واقع اینجا نوشته این شیوه استفاده از خودروهای کاربوراتوری ناشی میشه یه سیستم سوختانی که قبل از تزریق سوخت باید گرم میشد خب خودروهای کاربراتوری قبل این چه شروع به کار کنن باید گرم میشن تا اون بنزین به گاز تبدیل بشه میگه باید ده دقیقه منتظر میموندن فش میشدن که رانندگی با موتور جرم شده به نازه کافی ایمن هست اینا مواردی بود که توی این سایت ها اشاره شده خب بچا این گفته گفتهایی بود که توی این سایت ها نوشته شده بود حالا با خودتونه میخواید خودتون در کار کنه یا اینکه میخواید یک سره بدون اینکه خودتون گرم کنید حرکت کنه حالا اشاره کرده بود که خود رو باید سی الا سی ثانیه یک دقیقه بعد استارت کار کنه بعد حرکت کنه دیگه وای نستید اونجا حالا بستجی در به خودتون حالا ممکنه ماشین ماشین خودتونه میخواید آتیشش بزنید میخواید در کنه میخواید هر کاری شدرتون خاص بکنید ولی خب شما باید سی ثانیه الا یک دقیقه بعد استارت خودتون روشن در کنه بعد یه پنج شیش دقیقه وای نستید که اونجا خودتون در کنه این سوخت بیشتر خودش گفت حالا اشاره کرده بود گفته بود که سوخت بیشتر باعث میشه که روغن های اعتداری سیلن در واقع شسته بشه چون یک حلال بنزین این شسته میشه و باعث میشه که استحکاش بیشتر بشه و سایش رو در پی خواهد داشت ممنون از اینکه تا این این ویدیو رو تماشا کردید منتظر ویدیو های بعد از کانال من باشید فعلا تا بعد